بلگا خبرگزاری بلژیک درباره تظاهرات بروکسل گزارش داد اعضای جامعه ایرانیان در بروکسل با برگزاری یک تجمع اعتراضی در میدان شومان خواهان شدند که اتحادیه اروپا حکومت ایران را به عنوان یک رژیم تروریستی شناسایی کند بلگا با اشاره به توطعه تروریستی علیه گردهمایی بزرگ مقاومت و دستگیری دیپلمات تروریست و مزدوران رژیم در بلژیک و آلمان افزود تظاهر کنندگان رژیم تهران را متهم به طراحی این پروژه سوء قصد کردند. تظاهر معارضون ایرانیون اليوم امام مؤسسات الاتحاد الاوروپی فی بروکسل للتندید بالانشطة الارهابی الایرانی فی اوروپا و تسلیط ضوء على تغافل الاتحاد الاوروپی عن تجاوزات النظام الایرانی. تلویزیون دوبی نیز در گزارش خود از تظاهرات ایرانیان در بروکسل در محکومیت تروریسم رژیم آخوندی در اروپا گزارش داد مخالفان رژیم ایران در مقابل مؤسسه های اتحادی اروپا تظاهرات کردند آنها خواهان اخراج دیپلمات های رژیم ایران شدند که در اروپا مشغول اعمال تروریستی هستند تلویزیون دوبی به توطعی رژیم علیه گردهمایی بزرگ مقاومت اشاره کرده و خاطر نشان نمود قضایی بلژیک در این پرونده رسما دیپلمات تروریست رژیم را متهم کرده است العربی نیز طی گزارشی درباره تظاهرات بروکسل نوشت معترضان خواهان آن شدند که وزارت اطلاعات رژیم ایران در لیست سیاه تروریستی اتحادیه اروپا گنجانده شود این تظاهرات چهار ماه بعد از توطعه رژیم تهران برای حمله به گرد همایی اپوزیسیون در پاریس برگزار شد در شروع ماه اکتبر مقامهای فرانسوی تاکید کردند هیچ شکی وجود ندارد که وزارت اطلاعات در پشت توطعه برای حمله به این گرد همایی قرار داشته است. در ماه ژوئیه اسدالله اسدی یک دیپلمات رژیم ایران بر پایه اتهامات تروریستی در آلمان دستگیر و متعاقبا به بلژیک مسترد شد او تحت محاکمه است و متهم به تحویل مواد انفجاری به یک زوج بلژیکی ایرانیل اصل است که قصد داشتند در گرد همایی سی ژوئن بمبگذاری کنند این پرونده همچنان توسط مقام های قضایی بلژیک در دست تحقیق است.